خب دوستان عزیز، سه تا ویدیو جالب دارم از مهد کودک من و تو. چرا ما به اینا میگیم مهد کودک؟ چرا من همینجوری رو هوا که نمیگم؟ اولا بی سوادن بابا، شما یه مش بچه جغله هستید که دست راست و چپتون رو در حوزه مسئله سیاسی نمیفهمید. میتونید به منم بگید تو یه آدمی هستی که مثلا دست راست و چپتو تو حوزه مثلا دلقک بازی و سرگرمی و رقص و مثلا اینجور چیزا نمیفهمید؟ ولی تو حق میدم، آره من نمیفهمم. در مسئله رقص و اینجور چیزای سرگرمی من ادعایی ندارم. من کارم از اول مطالعه بوده، من کارم کار فکریست. من روی ایجاد یک دیسکورس قوی به نام ناسیونالیسم ایرانی کار میکنم، از بچگی هم کار میکردم و برای پرورش این گفتمان و دیسکورس کار دارم میکنم، ادعایی ندارم. ولی شماها آخه اصلا کاری که بلد نیستید. ببینید ویدیویی رو در چند تا ویدیو دارم، این دوتا رو با اون پیرن صورتی نشستن در مورد مسئله سیاسی میخوان صحبت کنن. نگاه کنید یه لحظه، واقعا به آدم فشار میاد همینجاست. بله خیلی خوش اومدید به مطبوع پلاس روز دوشنبه. حتی روز رو نمیدونید. ببینید من اینجا یه سری نام ها، یه سری واژگان، خب ببینید من در 3 ساعت خورده هر سری میام برنامه زنده اجرا میکنم و خب تنهایی بدون اتاق فرمان اینا نام یادم میره، اسم یادم میره، چون مطالعه وسیع دارن اینا. با این اتاق فرمان 1000 تا داستان، بعد با هم این شما 2 نفر اجرا کردن به مراتب خیلی راحت تر از اینه که شما 1 نفره اجرا کنید. ببین کسی که برنامه سازن من میفهمم، مثلا میفهمن من چی میگم. این شما اگه نگاه کنی آی شهرام همه تلویزیون لسانی بیشتر مهمان دعوت میکنن، مهمان دعوت میکنن، دو تایی حرف میزنن. این اصلا کاری نداره واقعا. شما به عنوان یک اجرا کننده مهمان دعوت کنی، یعنی اصلا این ارزش اجرا نداره. من تنهایی دارم اجرا میکنم در 3 ساعت و نیم یه دونه استودیویی، ولی دو تا آدم مجری با اون اتاق فرمان اینا انقدر برای کار خودشون بی اهمیتن، روز یادشون رفته، نمیدونن چه روزیه. بله خیلی خوش اومدید به مطبوع پلاس روز هر دوتا یادشون رفته اینجا. روزه میخواد، داره تلاش میکنه یادش بیاد. این مهد کودک، اون که پیرن صورتی پشتش، اون رنگایش مثلا جیغ. من همین میگم، من نمیگم ایراد نداره مهد کودک بشید، مهد کودک بشید، برنامه سرگرمی پخشید. وقتی که شما وارد مسائل سیاسی شدید و دارید مقصشویی میکنید از ملت ایران و گنده تر از سالومه شده برای ما مفسر، آخه بابا چی بگیارم؟ اینجاست ما فشار میاد و میاییم و افشاتون میکنیم، چون مردم ما رو واقعا سادگی را بولید با بمباران رسانه‌ای که دارن میکنن. یعنی عجیب ترین اتفاق الان در مورد ما ایرانی هست، بمباران رسانه‌ای که در مورد ایرانه هیچ جای دنیا نیست. روز دوشنبه است. بله سحر خانم، ما عادت داشتم اونجا بشینم، امروز اینجا نشستم، اصلا الان هی برمیگردم میگم سحر خانم اینجوری میشم. تنوع. بله چرا که نه، تنوع بسیار زیبایی. خب شروع بکنیم. بله برنامه‌مون رو شروع کنیم. یه دیروز برای من یه مطلبی رو فرستاده بودن که فکر میکنم خیلی جای مناسبی که در موردش صحبت کنیم، این که توی نونوایی ها و اصلا کلا هر جایی که تجمع میشه، علی خصوص میگم نونوایی چون بخاطر اینکه ما ایرونی ها هممون با نون ارتباط ویژه‌ای داریم و نونوایی. دقیقاً. خب بذارم جلو اینجا دیگه برای همون نونوایی صحبت کنم، برم جلوتر. خاص در واقع حالا به هر حال یک تمهیداتی رو باید انجام داد. خیلی‌ها میگن که حالا چرا انقدر بزرگش میکنه، اتفاقی آره. نیفتاده در صورتی که واقعا خطرناکه، یعنی شرایط نرمالی نیست، یه ذره باید رعایت بکنیم تا آره. این نیز بگذرد. به هر حال دقیقاً یه عده اصلا رفتن تو اون فازی که شما میگی اصلا که مثلا چرا بزرگش میکنی. آخه آره. بزرگ مسئله، دنیا درگیرش شده. چی شد دنیا اینجا فوتی دارن چون بی سوادن؟ ارباب تو گفته که کرونا فقط ایران درگیره، اینجا سوتی میده میگه کل دنیا درگیری بیماری کرونا است. خب چه عجب، بالاخره یه سوتی ده. اینا به خاطر بی سوادی شونه، چون ارباب اینا میخواد که فقط اینا در مورد ایران بگن، اینا از دهنش برید. دقیقاً همینطوره. خب حالا اخبار درباره شیوع همین ویروس کرونا یا همین بیماری COVID-19 هستش که همزمان هم به صورت رسمی هم به صورت غیر رسمی منتشر میشه. مردم از سرعت و شدت انتشار این ویروس و وضعیت بیمارستان هایی که بهشون مراجعه اینجا میگم از رو دارن میخونن، جلوی دوربینش، اینا دوربینای مخصوص دارن،
از رو میخونن. میکنن توی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی هم زیاد دارن صحبت میکنن. ویروس کرونا با مسافرین ایرانی به کویت و بحرین و حالا هم که به عراق رسیده. ببین با مسافران ایرانی رفته. ببین تبلیغات منفی علیه ایرانه. با اینکه امروز یه نماینده مجلس از مرگ 50 نفر در قم خبر داده و گفته که اولین فوتی تو روز 24 بهمن اتفاق افتاده، ولی باز به نظر میاد که این آمار رسمی اعلام شده حتی به واقعیت هم نزدیک نیست. درسته رفتارها زد و نقیز هست. مسئولینی که مردم میگن نترسید، آیت الکرسی بخونید و با اسپند و سیر به جنگ کرونا برید، خودشون توی آکواریوم سخنرانی میکنن. این الان تصویر امام جمعه محترم قم هست که همونطور که دارین میبینید به این ترتیب در حفاظت کامل دارن به سر میبرن. خب اینقدر چون اینا بی سواد و میبینید اصلا کارشون نیست و فقط اینا فکر میکنم بر هر چیزی که دستشون میرسه، بهتون گفتم هر اتفاقی رو کره زمین بیفته اینا باید بگن مقصر ایرانه. این تصویر مال شیخ محمد الیعقوبی، اصلا من رفتم خودم هم سرچ کردم، حالا چند تا عکس در آوردم، اصلا متعلق به عراقه، به خاطر که بحث ترور در عراق بود و این شیشه ضد گلوله است که اگه خواستن ایشون رو ترور کنن تیر اصلا به هدف نشینه. و اینو گفتش که امام جمعه قم همین دوتا. آخه بابا جغله شما دوتا، آخه دوتا باستن نشور درب داغون. آخه من نمیخوام بهتون توهین کنم، جوونین و برید از این مسیر، برید وطنتون رو نفروشید. میدونم زندگی در انگلیس خیلی سخته، احتمالا تازه هم رفتید انگلیس زندگی سخته، یکی هم گفته بیای مناتو، حق دارید، هر کی هم جای شما بود میرفت مناتو، ولی تلاش کنید یه مقدار درآمد، چند ماه کار کردی در مناتو یه پول و پله‌ای جمع کنید اگه بهتون میدن، چون تا اونجا هم که میدونم به شما مجری مناتو آخه این همه وطن فروشی میکنید 2000 الی 3000 پوند بهتون میدن. دلم براتون سوخت، با 2000-3000 پوند دارید زندگی میکنید، لباساتون هم که عاریه است، یعنی برید دنبال یک شغل با شرافت، یعنی وطن فروشی میشه، بله از هر رایی میشه پول در آورد. اگر میخواید خود فروشی کنید و در مناطق با خود فروشی درآمد داشته باشید، برید حداقل در خود انگلیس هست، حالا میتونید در هلند برید میدان دام برید، یه مغازه 4 متری اجاره کنید در میدان دام. حالا عزیزانی که هلند هستن میدونن چی میگم، به خدا تن فروشی ارزشش از خود فروشی بیشتره، اگر تازه پول هم خوب در میارید اونجا، هم فال هم تماشا. مغازه 4 متری حتی مالیاتش رو میگیره دولت هلند، مغازه 4 متری داره، فقط رخت خواب رو گذاشتن پشت شیشه، خانوم لخت وایستاده میگه بیای توی مغازه مینا دیگه، حالا اونجا برید حداقل اون کارو بکنید، ولی در مناطا نمونید. این خودفروشی و علی وطنتون به مراتب کار کثیف‌تری است نسبت به تن فروشی که در هلند به ویژه بازار داغی داره. نکنید این کارو و شما سواد این چیزا هم نداری، خودتون رو ضایع می‌کنید. اولا این آدم شیخ محمد الیعقوبی در حقیقت در عراق، من عکساش هم بهتون نشون بدم که خیلی هم اتفاقا عکساشو پخش کردن در فضای مجازی، من دیدم که این توییت یکی از خود عراقیاس گذاشته، حالا عکس زیاده به جز این خود پشت شیشه است. این آقا اصلا عراقیه، شیخ آقای الیعقوبی عراقی هست و اینجا تو شیشه است، میبینید این اصلا توی عراقه، همینطور چهره‌هاشون هم ببینید مشخصه که عراقه. بنابراین نکنید این وطن فروشی‌ها رو، نکنید و خودتون رو زاییم. خب این یک بخشش. بعد برنامه دیگه این مهد کودک در حقیقت اومد و بذاریم من آماده کنم براتون برنامه دیگرشو که در مورد آیت الله بهجتی گفت که دیروز سلام خیلی دیدم پخش شده، بعد دیدم بزنم و اومد گفت آیت الله بهجت در مورد کرونا اینو گفته اونو گفته. بابا آیت الله بهجت 10 سال مرده، نگاه کنید اینم جالبه. امروز برای میخوام بهتون بگم با چه بی سوادهایی ما طرف هستیم، فقط بهشون لباس آریه میدن بیان اونجا، نگاه کن لباس مثلا قرمز بعد پشت زمینه آبی، رنگای جیغ. چرا من سر بی بی سی اینا رو نمیگم؟ یعنی تو بخش خبر اصلا این رنگا اصلا خنده داره، اینا دارن استفاده میکنن با رنگای جیغ. در حقیقت مسئله که وجود داره واقعا مهد کودک، یعنی نامی که من میارم همینجوری رو هوا یه چیزی نمیگم، مثل دشمنام نمیرم سناریو سازی و دروغ پردازی و تا الان 10 تا فامیل و زندگی گذشته در مورد من طراحی کردن، ده ها نام دشمن میشه. حالا بعدا پانکوردا تجزیه طلبا و رضا بازا که با هم متحدن علی من، اینا جریانات ایران ستیزن، ایران ستیزان طراحی میکنن
ولی ما داریم حقیقت رو میگیم. اینا مهد کودکن، نگاه کن حالا. رفع بلاها، غیر از تضرع و دعای صادق همراه با توبه و توسل راه دیگه ای داریم؟ بخشی از توصیه آیت الله محمد تقی بهجت به مردم در واکنش به اتفاقات اخیر از جمله شیوع بیماری کرونا که اون رو با وبا مقایسه کرده. او که از مراجع تقلید سرشناس شیعه است، از قول مادری گفته شوهر و برادرش رو گرفتن و بردن صبر کرده، دخترش رو هم بردن دیگه صبر و قرار نداره. خدا میدونه وقتی دختر کسی رو مثل اسیر و کنیز میبرن اون آدم. خب از یه آقای به نام آیت الله بهجت گفت میدونم تو باغ نیستن اینا، با 10 سال پیش مرد. کسی که 10 سال پیش مرده رو داره خبرش رو میگه و در اوج بی اخلاقی به جایی که بیاد معذرت خواهی کنه اینا، در که کلیپی که گذاشتن در یعنی پخش زنده بوده، بعد پخش زنده شو که مردم ضبط کردن اینا زایه که شدن، بعد که فهمیدن چه اشتباهی کردن، چه گاف بزرگی دادن، میاد دوباره همون بخش رو دوباره صحبت میکنه و نقل قول میکنه و اینا، اون بخش رو یه جور دیگه درست میکنه میفرستن تو یوتیوب. شالاتانی آقا، فردا حکومت دستت برسه چیکار میکنی؟ خب ببینید همین مجری که داره صحبت میکنه قیافش رو بنده خدا نگاه کنید، فشار زندگی، فشار عصبی که به این خانم هست، چهرهش اگه دقت کنید، من بدون صدا بذارم چهرهش رو شما یه دقیقه صحبتاشت به صورتش نگاه کنید، من کار روانشناسی میکنم رو اینا، دقت کنید این چه زندگی سختی داره، مشخصه زندگی سخت تو صورتش مشخصه، افسردگی در اون شهر بارانی و همیشه سرد لندن که مشدونی هست و شما باید لندن بری با اون متر، اولا که ماشین بخوای ببری خیابون پر ترافیک، من ماشین نخوای ببری مترو پر بوی ادرار و اینا و داستانهای خودش، متروهای باریک تنگ، فقط تنها حسنی که داره خودش متروهاشون زود میاد، به جز این قضیه متروهای تنگ باریک بوی ادرار، شرایط ناامن در خیابونهای لندن، اصلا در بخشای از لندن شما میری انگار رفتی وارد کراچی شدی، شهرهای مختلف پاکستان شدی، چون میری پاکستان متاسفانه بهداشتی وجود نداره اینا، لندن اونجوریه همه مناطق نه، خب لندن یه کلان شهره، ولی به هر حال بعدم زندگی خونه میخوای تو لندن اجاره کنی، هزینه های گزاف بسیار گرون، خب زندگی سخت. ببین این خانم چی به چه روز این آورده، تازه این الان خوشبختشه که داره توی مناطق مایی 2-3 هزار پوند میگیره، حتی 2-3 هزار پوند برای خودفروشی خیلی کمه، خیلی کمه، ولی اینا اینقدر بدبختن با این پولا دارن زندگی میکنن، من چون تو باغ نیسته مجبوره بیاد یه چیزی بگه از آدمی که 10 سال پیش مرده. ویدیو بعدی رو که میخوام بهتون نشون بدم، این دیگه خیلی جالب بود، اینو بهتون نشون بدم، اجازه بدید من اینو کوچیکش کنم، این خیلی جالبه. یه خانومی از همین مناطق بلند شده رفته در مدارس انگلیس تبلیغ مدارس انگلیس رو میکنه. خب حالا من خانومم معلم بوده تو سوئد، میگن آقا سوئد یکی از بهترین مدارس رو داره، حالا خانومی ما اونجا معلم مقطع دبیرستان در رشته ریاضی بود، ماها اونجا درس داد اینا و شرایط تحصیل در اروپا رو کامل ما میدونیم چجوریه. حالا تبلیغ داره میکنه و در این تبلیغش ببین چه سوتی چه گافی میده، میگه که بذارید خودتون با هم ببینید، ولی اگه در مورد ایران این اتفاق بیفته میشه سر صدای همین مناطق و به ویژه تلویزیون ایران اینترنشنال و بی بی سی میکنه. ببینید تو لندن چه اتفاق، خودشون دارن اعتراف میکنن که اجازه نمیدن به بچه‌ای که هم زبان هستن کنار همدیگه حتی بشینن و با همدیگه به زبان مادری صحبت کنن. این اتفاق اگه تو ایران باشه تو بوق کرنا میکنن، ولی در انگلیس میگن به به چقدر با فرهنگ. بذارید من این صداشو باز کنم، اجازه بدید. علاوه بر درس و مشق بچه ها روی اصول رفتاری یا به قول خودشون منریزم اونها هم هستش و از سر میز قضا تا آداب معاشرت و خیلی چیزای دیگه به این بچه ها آموزش میدن و باهاشون کار میکنن. خب اون میزی که میبینید مسئولین مدرسه و مدیر مدرسه میشینن و نهارشون رو میخوان و میز کناریش که بازم اونم میز بلندتری هستش، بچه‌ای که مسئولیت بیشتری دارن و در واقع مسئولیت‌های مدیریتی مخسرا و اینا رو بهشون میدن. فهمیدی چی شد؟ بقیه همه دارن نهار میخونن، اونه که بالا نشستن، حالا یه بخشش مدیرا و ایناست، یه بخشش مبصرای مدرسه است که در یه رده بالاتر. خب اونجا در انگلیس که میشه میگه به به چقدر زیبا سلسله مراتبه، اگه خدایی نکرده این تو کشور ما رخ بده میگن تبعیض بین دانش آموزا. میخوام بهتون با سواد رسانه‌ای یعنی همین. علی در انگلیس که پیش بیا میگن به به ببین چه سلسله مراتبی دارن، مبصرا جایگاه بالاتری دارن.
در کشور ما باشه میگن نه ببین تبعیضه. هستش بچه‌هایی که مسئولیت بیشتری دارن و در واقع مسئولیت‌های مدیریتی مفسرا و اینا رو بهشون میدن، در واقع بهشون میگن سرمفسر. سر. یه موضوع خیلی مهم و جالبی که من بهش توجه موضوع مهم و جالب کردم اینه که دانش آموزایی که با هم دیگه همزمان هستن، مثل این ملیکا جون که ایرانیه و علی جون که ایرانی هستن، اجازه ندارن موقع نهار کنار هم دیگه بشینن، برای که باید اون موقع راحتن و فارسی با هم حرف بزنن، بعد بشینن کنار بچهای دیگه که مجبور بشن به زبان انگلیسی حرف بزنن و زبانشون رو کار کنن که بهتر. فهمیدی؟ من الان 6 سال دارم برنامه می‌سازم، میگم بی‌ناموسا ما بایستی بچه‌ای که از آذربایجان کردستان اینا میان فقط فارسی صحبت کنن که فارسی یاد بگیرن. میگن نه تو فاشیستی. چرا فاشیستم؟ میگم زبان اولو بعد یاد بگیرن که فرصت مساوی و برابر با تمام استانها برای ایجاد شغل داشته باشن، برای به دست آوردن شغل داشته باشن. پس باید فارسی رو خوب بدونه. حتی فاشیستی. بچه من به عنوان کرد، به عنوان آذری دوست داره تو مدرسه ترکی و کردی صحبت کنه با هم کلاس دیگه‌اش. به تو چه ربطی داره؟ ما میشیم فاشیست. در انگلیس که رخ میده چقدر چیز جالبیه، چقدر عالی. ببینید اینا که ایرانیان نمیذارن کنار هم دیگه بشینن با زبان مادری صحبت کنن که انگلیسیشون خوب بشه، اونجا کلاس داره. ولی در کشور ما که این قانون ما میگیم باید اجرا بشه به این شکل باشه، ما میشیم فاشیست، میشیم افرادی که تمامیت خواه هستیم و غیره. ببینید استانداردهای دوگانه مهد کودک من و تو، استانداردها و حقایق. عزیزان سواد رسانیتون ببرید بالا. برای چی من میگم ایران یکی از بهترین جاها برای زندگی است؟ برای اینکه واقعا هست و دارن شرایط روحی روانی ما رو با این رسانه و این استانداردهای دوگانه رو من دارم براتون میذارم. به بی سوادیشون رو تو این برنامه بهت نشون دادم. دو تا برنامه اول که اصلا اون طرف نمیدونه چه روزیه فلا، بعدش حالا محتواش هم که دیدید ما، یعنی برای کارش ارزش نیست، نمیدونه چه روزیه اینا، بعدم محتواش هم که دیدی برمیگرده میگه طرف فلان توی یک شیخ عراقی رو که به خاطر ضد گلوله اینا میگه این مال قومه که میخواد کرونا نگیره. بعدش هم که اون یکی بخش خبریشون دروغشون رو دیدی، آیت الله بهجت 10 سال پیش مرده داره خبر از اون میگه سر کرونا، مچش باز میشه ویدیو رو عوض میکنه بدون معذرت خواهی. این یکی هم که استاندارد دوگانه، بچه اونجا بالا نشستن میگه این سلسله مراتب چقدر خوبه. در مورد کشور ما باشه میگن تبعیض. در مورد کشور ما باشه میگن آقا بچه ها بشین فارسی صحبت کنین میشین فاشیست. ولی اونجا چقدر کار جالبی میکنن، نمیذارن این بچه ها کنار هم دیگه بشینن. اینا حقایقه و استانداردهای دوگانه شون رو اینجا براتون به نمایش گذاشتم. شب و روزگار خوش. اینا رو بزنید تو سرشون، سواد رسانیتون ببرید بالا. بابا این مجریای من و تو بی بی سی اینا بدبختن، نمیدونید میتونم بگم بدبختن از همه بعضن رضا بازا اینا، چون رضا بازا باز یه شغلایی دارن زندگی سگیشونو دارن میچرخونن. اینا بدبختن برای یه لقمه نون. ببین چه جوری باید دروغ سرایی کنن. خیلی ممنون، این بخش برنامه رو میبندم.